آقای محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی آقای ابراهیم رئیسی، برنامه 83 صفحه‌ای از سیاست‌گذاری‌های خودشون رو به مجلس شورای اسلامی دادن که قرار هستش که در وزارتخونه آینده اجرا بشه. ارزیابی شما از این برنامه‌ها چی هست با توجه به اینه که اعتراضات بسیار زیادی هم از طرف اهالی سینما و هنر به دنبال داشته؟ من حقیقتاً برنامه های این حضرت پیشنهادی رو نخواندم و خیلی هم برام مهم نیستش که ایشون چی گفته. البته احتمالاً برای کسانی که میخوان برن مجوز بگیرن و اینها، ما چون سال هاست که در واقع با این وزارتخانه خیلی کاری نداریم، من فکر میکنم که هنرمندان طی همه این سالیان با این جور مانیفست ها از سوی این حضرات روبرو بودن که میاییم این چنین باید باشد، چنین باید نباشد. اینها در واقع همون بایدها و نبایدهای یک ساختار مبتنی بر ایدئولوژی هست که چیز جدیدی هم نیست، همواره بوده. وزرای قبلی، آقای میرسلیم، آقای زرقامی، دیگران، معاونتها، از اینجور بایدها و نبایدها از روز نخستی که در واقع انقلاب شده یک ساختار ایدئولوژی با خودش آورده است. و من فکر میکنم که درگیر شدن به این حرفها فقط ما رو در یک چرخه معیوب و در یک بازی تکراری و دور تسلسل قرار میده. ما هنرمندها به طور کلی، اهل قلم، اصحاب اندیشه، باید از این وزارتخانه عبور بکنن و یک چنین وزارتخانه ای اصلا ضرورت نداره. در یک فضایی که قرار هست انسانها آزاد زندگی بکنن و آزاد اندیشی وجود داشته باشه، چیزی به نام وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت فرهنگ و ارشاد بی‌معنی است. فرهنگ چیزی نیستش که ما بتوانیم آن را مهندسی بکنیم، براش وزارتخانه بگذاریم. اینا مربوط به ساختارهای دیکتاتوری و ساختارهای استبدادی است. فرهنگ مقوله است که انسانها پی میگیرند، جامعه خودش براش رشد فرهنگی داره. در یک جامعه آزاد، رسانه های آزاد، انجیو ها، سازمان ها و مردم امور فرهنگی رو پیش میبرند و نیازی به یک نهادی نیست که به آنها امر و نهی بکند و بگوید چه باید بکنی چه نباید بکنی. فرهنگ خودش رو پالایش میکنه در طول زمان و به اون چیزهایی که لازمه یک جامعه است میرسه، به اون نمودها و پدیده‌هایی که لازم داره. بنابراین بایدها و نبایدها اغلب مربوط به ساختارهای استبدادی و ایدئولوژی هست. نکته که شما میفرمایید با اتفاقی که الان داره میفته تفاوت بسیار زیادی داره و به نوع بسیار هولناکی گویا قرار هستش که از چیزی که قبلا در طول این سالها بوده فضای سینما حداقل بسیار امنیتی بشه و حضور زنها حتی با تعابیری که اهالی سینما میکنن به یک یورش داعشی گونه و طالبانی گونه مورد حمله قرار بگیره. شما فکر میکنید که چطور میشه این فاصله‌ای که ایده شماست و واقعیتی که قرار هست جاری بشه و به قول خودتون جاری هم بوده، چه باید کرد و چه ایده هایی رو میشه اجرا کرد برای رسیدن به در واقع سیستمی که وزارت خونه‌ای برای هدایت فرهنگ نداشته باشه؟ ببینید، راه حلش عبور خود اصحاب علم و فرهنگ و هنر هست. تا موقعی که ما مثل اون حیوان در سیرک بپذیریم که او ما رو هدایت میکنه و یک حلقه‌ای و یک زنجیری به گردنمون هست و باید طبق اون عمل بکنیم، خب در همین ساختار گیر میفتیم. راه حلش این هستش که ما عبور بکنیم خودمون و به خصوص با وجود دنیای آزاد و فضای اینترنت، نویسنده ها میتونن خودشون بنویسن، چاپ بکنن. انتشارات های کتاب های فارسی الان در خارج از ایران وجود داره، فیلم ها همینطور به جشنواره ها میره، از طریق نت پخش میشه و دیگه چیزی به نام هژمونی سانسور نباید خیلی مانع ما باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که این فقط یک عادته که ما گرفتارش شدیم و باید این عادت ها رو پس بزنیم و اصلا
به این جور در واقع خزعبلات هم اهمیت ندهیم. این موردی که مثلا شما راجع به زنها میفرمایید به نظر من از ابتدا همین وضع بوده، یعنی اینکه زنها در یک شرایط غیر منطقی روی صحنه تئاتر یا در صحنه های فیلم ظاهر میشن، مثلا در اتاق خودشون، در خلوت خودشون، یا موقع خواب، یا مواقعی که اصلا نیازی به حجاب ندارن، حجابی بر سر دارن. خب این خیلی یک چیز غیر واقعی است و معقولم نیست و یکی از علتهایی هم که مخاطب هنرهای نمایشی در سالهای بعد از انقلاب ریزش کرده همین فضاهای غیر واقعی و غیر منطقی است که باهاش روبرو میشه. سینما و هنرها خودشون به طور کلی قرار هستش که یک نمایشی از واقعیت باشن و مخاطب میدونه که داره میره فیلم ببینه، نمیره واقعیت رو ببینه، به همین دلیل خود به خود یک کمی دروغ بهش آمیخته هست. اگر که ما روی اون دروغ، دروغ‌های بزرگتری هم بگیم، مثل اینکه مثلا زنی در خانه خودش به تنهایی چادر سر کرده، خب اینو مخاطب نمیپذیره و همین میشه که شده، یعنی یک سینمای مبتنی بر ایدئولوژی و مصنوعی که حیات طبیعی هم نداره. اینها رو هم من در چند سال گذشته تحقیق کردم روی ریزش مخاطب در سینمای ایران. یکی از علتاش همین مصنوعی بودن صحنه‌ها و تطابق نداشتن فیلم‌ها با واقعیت جامعه است. فیلم‌های ایرانی با داستان‌ها و با زندگی مردم واقعیت نداره، همون جور که تئاتر یا خیلی چیزهای دیگه. بنابراین مخاطب جذب نمیشه. هنرمندان هم تا موقعی که به این سانسورها تن میدن، متاسفانه تن دادن، ما باید یک روزی بررسی کنیم ببینیم چه شد که اصلا هنرمندان خیلی کارهای غیر منطقی رو پذیرا شدن. یعنی ما پذیرفتیم، مثلا آقای کیارستمی نپذیرفت که هرگز زنی رو در خلوت خودش نشان بده، به همین دلیل که میگفت این یه دروغ بزرگیه، من اینو نمیگم. به نظر من باید هنرمندان نمیپذیرفتن سانسور رو. وقتی ما میپذیریم سانسور میاد جلو، سانسور یه چیزی نیست که بره عقب. و تمامیت خواهی و توتالیتر، چون اصلا روح تمامیت خواهی یعنی که همه چی رو بخواد، توتالیتر عقب نمیره، توتالیتر بیشتر میاد جلو. هرچی شما بهش تعظیم بکنید و پذیرای خواسته های ایدئولوژی باشین، ایدئولوژی خودش رو تمام تار و پودش رو و تمام ریشه های خودش رو همه جا میگستراند. از این حیث هست که به نظر من با توجه به شرایط جهانی، با توجه به اینترنت، هنرمندان باید از این فصل‌ها عبور بکنن و وقعی به این حرف‌ها و بیانیه‌های 50 صفحه‌ای و 80 صفحه‌ای، اینا دورانش گذشته، اینا مال دوران قرون وسطاست. و اگر تا الان هم یک سری از اینجور بندها و قوانین و دفترچه‌های سینمایی و نظارتی صادر شده و ما گرفتیم، من که نگرفتم بخونم ولی همکارانم گرفتن خوندن، خیلی کار اشتباهی کردن. اصلا ما نباید اینا رو بخونیم. اگر می‌خوایم به سمت جامعه مدنی حرکت بکنیم و به یک جامعه‌ای برسیم که پیشرفت بکنه و توسعه بکنه، اولین گامش این هستش که سانسور نباشه. سانسور است که باعث فساد میشه، فسادها انجام میشه و هیچ کس ازش باخبر نمیشه چون سانسور وجود داره. مفسدین هستن که معمولا مراقبن که سانسور اهرم‌های قوی خودش رو محکم بکنه تا اینکه اونا بتونن در زیر چتر سانسور فساد بکنن و جامعه رو به سمت تباهی ببرن. بنابراین باید جامعه مدنی، جامعه‌ای که به دنبال ارزش‌های واقعی انسانی و اخلاقی هست، باید سانسور رو پس بزنه و هر کسی که سانسور رو بپذیره در واقع به اخلاقیات و به انسانیت است که پشت کرده. این که شما میگین راهکار چیه؟ راهکار همین است. در جهان آزاد هم همین کارو کردن، یعنی کشورهای دیگه هم کسی نیومد به اونها آزادی رو خیلی دو دستی تقدیم بکنه. مردم، نخبگان، گروه‌های مرجع هستند که باید زیر بار خفقان و سانسور نرن، چون این به نفع خود جامعه و حتی به نفع خود حاکمیت هم نیست. و متاسفانه خب حاکمیت‌ها اینا رو نمی‌دونن و فکر می‌کنن که با این سانسورها اونا مثلا دارن حفظ و صیانت می‌کنن، یا حالا هستن تو این دستگاه‌ها که می‌خوان فساد بکنن و دنبال اینن که سانسور رو قوی بکنن. نمونه‌ش هم در همین دادگاه رسانه همون قاضی منصوری بود که بعداً هم سر از خارج از ایران در آورد و اینها. بنابراین ما به عینه دیده ایم که سانسور چه معضلاتی ایجاد میکنه و هنرمندان نباید زیر بارش برن. و
بحث زنها و آزادی‌های مدنی خانم‌ها و بازیگری اونها هم که نباید تحت شعاع یه کسی که حالا میاد یه حرفی میزنه. به نظر من اصلا من اسم ایشون هم حتی با اینکه چند بار الان شما هم گفتین به یادم نمیمونه، برای اینکه اینها واقعا ارزش ندارن که حرفاشون رو گوش بدیم. آقای آل احمد، یک سوالی پیش میاد با صحبت‌های شما، این هستش که آیا اعتراضاتی که اتفاق افتاده در طول این چند روز بعد از انتشار این سیاست‌گذاری‌ها، این اعتراضات از نظر شما حتی اونها هم مثبت نبودن؟ یعنی واقعا نباید هیچ واکنشی نشون داد، چون که ایشون رو مجبور کرده به یه مقدار عقب نشینی و استفاده از کلمات دیگری، به ویژه اینه که کسانی که معترض هستن به این اشاره دارن که اساساً خیلی بزرگتر از اینها قرار بوده که سانسور بر سینمای ایران حداقل اعمال بشه، ولی این سانسورها اساساً نتونستن اجرایی بشن. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید، من نمیگم که اون واکنش ها نباید باشه و اساساً هم حالا سلیقه‌ای هر کس بخواد میتونه که در واقع واکنش های من بحثم این استش که اینجا ما از اون هدف اصلی باز ممکنه بمانیم و اون هدف اصلی نقد ساختار هاست. حالا ایشون نه کسان دیگه ای، مگه خیلی های دیگه نیامدن حرفای خیلی آزادی خواه زدن و بعد که صندلی قدرت رو گرفتن، همین آقای روحانی یه حرفایی میزد، صحبت از یه حقوق شهروندی و خیلی چیزهای اینجوری میکرد. ببینید، به حرف نیست که یکی بیاد حالا چاقو بکشه، یکی هم بیاد مثلا آوازگری بکنه و حرفای خوشگل تحویل بده. خب نمونهش آقای روحانی بوده، آقای خاتمی از این حرفای آوازگرانه زده، به طور کلی آقایون که خب ید طولایی دارن در آوازگری. بنابراین این که حالا ایشون عقب نشسته، باز در حیطه عمل باید دید که چیه میشه. به نظر من ما باید به نقد ساختارها بپردازیم، حالا ایشون نه یکی دیگه. اگر یک چنین سیاستی در کار باشه که مثلا بخواهند سانسور رو بیشتر از پیش بکنن، که همواره هم بوده و ربطی هم به این حضرت نداره، ایشون یه کارگزاره دیگه، حالا ایشون نه یکی دیگه، اون سیاست رو باید اجرا بکنه. حالا میگردن ببینن که کی اون سیاست رو خیلی بیشتر بهش اعتقاد داره، اون رو میذارن برای اون کرسی. یعنی اینجوری نیستش که ایشون ایده پرداز نظام جمهوری اسلامی باشه، که یک نظامی برای خودش ایدئولوژی داره، ایدئولوژی و قوانین مشخصی رو از روز نخست پی گرفته. میگردن ببینن کدوم کارگزار میتونه اون کار رو انجام بده بهتر، اونو میذارن. حالا ایشون فردا ممکنه رأی نیاره، یکی دیگر رو بذارن. بنابراین حتی شما در مقاطعی دیدید که بسیاری از آدم‌ها در یک مقطع یک سیاستی رو پی گرفتن، در یک مقطع یک سیاست دیگه‌ای رو داشتن. در همین وزارت ارشاد همین جوری شده. این بستگی داره به این که در اون فضا چه اتفاقی قرار بیفته. بنابراین من خیلی خودم به شخصه واکنشی ندارم برای این جور چیزا و فکر می‌کنم ما باید ساختارهای غلط رو نقد بکنیم و با اینکه حالا مثلا ایشون عقب نشینی بکنه در حرف چیزی حل نمیشه. آقای خمینی هم خیلی حرفای خوشگلی مثلا در پاریس میزد، اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. یعنی ما آدم خوب و بد به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اساسا نداریم. ببینید، من نمیگم آدم ها فرقی با هم ندارن یا ویژگی های مثبت و منفی ندارن. من میگویم که شما در یک ساختار ایدئولوژی، یک ساختاری که مبتنی بر ایدئولوژی است، ببینید دیگه در این 40 سال ببینید چه اتفاقی افتاده. مثلا آقای روحانی رو گفتن آدم خیلی خوبی است، هنرمندان ما هم رفتن همه دستاشون رو زدن توی مرکب و آوردن جلوی دوربین به ما نشون دادن. خب نتیجهش چی شد؟ آیا مثلا سینمای ایران خیلی متحول شد یا مثلا اتفاقاتی؟ حالا مثلا میخوان بگن که خب حالا ممکنه بدتر از این بشه. خب دیگه چه فرقی میکنه وقتی شما آب از سرت گذشته، حالا چه یه وجب بگذره چه 10 وجب بگذره. بنابراین ما باید یه فکری به حال روز ساختارمون بکنیم که از این فضا در بیاییم، وگرنه این جامعه رو به سقوط فرهنگی و فروپاشی اجتماعی می رود.